سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دوستان، قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم، ازتون می خوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید. با سپاس. خلاصه ی کتاب دیدن آنچه دیگران نمی بینند، اثری از گری کلین، از کانال آموزش انگیزشی لیل و ما جویا. چگونه از فرصت‌های مختلف زندگی برای رسیدن به بینش استفاده کنید؟ بینش یک لحظه خاصه که با خودمون میگیم آها. گری کلین در کتاب دیدن آنچه دیگران نمیبینند ما رو به این لحظه نزدیک میکنه و تمام عواملی که برای رسیدن به اون نیاز داریم رو موشکافی میکنه. او پژوهشگریه که به سادگی تسلیم نتایج اولیه نمیشه و در مسیر کارش آزمایش های مختلفی رو انجام میده تا به پاسخ سوالاتش برسه. بنابراین اگه میخواید بدونید که چرا فکر درخشانی که به ذهن دوستتون رسیده به ذهن شما نرسیده، یا میخواید بدونید که چرا در اغلب مواقع احساس خنگ بودن میکنید و نمیتونید عمل کرده خوبی داشته باشید، مطالعه این کتاب و شنیدن این کتاب بهترین هدیه‌ایه که میتونید به خودتون بدید. به نظر میرسه برخی افراد بینش رو فقط مخصوص انسانهای دانشمند یا فیلسوف‌ها میدونند، اما گری کلین نشون میده که چگونه در پیش پا افتاده ترین لحظات زندگی هم نیاز به بینش داریم. این تغییر وضعیت از معمولی به بهتر از نشونه های بروز بینشه. اگه بیشتر وقتها در محل کار و یا در جمع دوستانتون احساس میکنید این موضوع باید طور دیگه‌ای میبود، جای خوشحالی داره. چرا که از نظر گری کلین، نویسنده ی کتاب دیدن آنچه دیگران نمیبینند، دارای ذهن فعالی هستید و این یعنی یکی از ویژگی های مهم برای رسیدن به بینش رو دارید. فصل اول، ورود از دروازه های بینش. در اینجا تعدادی داستان بی ربط به همدیگر رو مرور می کنیم که در ادامه گری کلین اونها رو مبنای آزمایش کردن درباره بینش قرار میده. او هنگام جمع‌آوری این داستان ها موضوع خاصی رو دنبال نمی کرد. داستان اول مربوط به یه افسر جوانه. روزی افسر جوان به همراه مافوق خودش در ماشین پشت چراغ قرمز نشسته بود که یه BMW آخرین سیستم کنارش توقف میکنه. چند لحظه بعد افسر جوان متوجه میشه که راننده BMW روی صندلی کنار راننده مشتی زباله میریزه. این رفتار برای افسر جوان غیر عادی بود و ذهن اون رو درگیر کرد، چرا که هیچ کس ماشین گرون قیمت خودش رو اونطور کثیف نمی کنه. کسی که چنین ماشین رو قرض گرفته باشه هم بیشتر از صاحب اصلیش از اون مراقبت می کنه. پس راننده BMW چرا اون کار رو کرد؟ ناگهان افسر جوان حدس زد که اون ماشین به سرقت رفته. پس اونها ماشین رو تعقیب کردند و تونستن دزد رو دستگیر کنند. توجه افسر پلیس جوان به اطرافش و کنجکاوی او منجر به بینشی شد که نشون میداد اونها با یه دزد طرف هستند. برای گری کلین پیدا کردن داستانهایی مانند این که در اون یه فکر به طور ناگهانی به سر آدم میزنه و وضعیت رو به طور کلی تغییر میده جالب بود. از نظر او تمام رفتارها و تصمیمات انسان میتونه در دو دسته جای بگیره: رفتارهایی که برای کاهش خطاها هستند و رفتارهایی که برای افزایش آگاهی هستند. آگاهی به علاوه خطاها میشه بهبود عمل کرد. ما بر اساس فرهنگی که در سر تا سر زندگیمون وجود داره همیشه به دنبال اون هستیم که کمترین خطاها رو داشته باشیم.
زمانی که هیچ اشتباهی نداریم فکر میکنیم کارمون رو به خوبی انجام دادیم. اما نکته اصلی اینجاست که با درست انجام دادن یک کار شما پیکان رو به پایین رو به سطح خنسا میرسونید و پس از اون اتفاقی نمیفته. یعنی خطا نداشتن به معنای افزایش آگاهی و بینش نیست. بنابراین کلین توصیه میکنه که از این به بعد باید توجه بیشتری به پیکان رو به بالا داشته باشه. بینش زمانی حاصل میشه که بتونیم در مسیر افزایش آگاهیمون قدم برداریم. بنابراین گری کلین کار اصلی خودش رو پیدا کردن راه‌ها و عواملی میدونه که پیکان رو به بالا رو تقویت میکنه. به داستان بعدی توجه کنید. مارتین چالفی یه روز به طور اتفاقی در همایشی بی ربط به رشته خودش شرکت کرد و دقایقی بعد با ایده $1,000,000 اونجا رو ترک کرد. چالفی در رشته خودش مشغول مطالعه سیستم عصبی کرم‌ها بود. او مجبور بود کرم‌ها رو بکشه تا به بافت بدنشون دسترسی داشته باشه. اون روز در اون همایش سخنران صحبتی داشت درباره اینکه نوعی پروتئین درون بدن ماهی ژله‌ای وجود داره که باعث میشه هنگام تابیدن اشعه فرابنفش به اون نور مرئی از خودش ساطع کنه. چالفی بلافاصله به ذهنش رسید که میتونه از این پروتئین برای ساخت چراغ قوه بیولوژیک استفاده کنه. اختراعی که جایزه نوبل رو از آن خودش کرد. اون روز عده زیادی این اطلاعات رو درباره ماهی ژله‌ای دریافت کرده بودند، اما فقط چالفی بود که ایده‌ای مرتبط با اون داشت و میتونست از اون استفاده کنه. داستان بعدی مربوط به هری مارکوپولوس، یک تحلیلگر مالیه. او در روند کار خودش متوجه شد شخصی به نام برنارد میداف که از افراد شناخته شده در سازمان صنعت امنیتی بود و در کمیسیون معاملات آمریکا اسم و رسمی داشت یک کلاهبردار. مارکوپولوس به خاطر دانشی که در این حوزه داشت متوجه شد که امکان نداره سودهای کلان میداف حاصل معاملات سالم و معمولی باشه. اما سیستم کمیسیون معاملات به شکلی نبود که متوجه چنین کلاهبرداری هایی بشه. مارکوپولوس در نهایت تونست تقلب میداف رو ثابت کنه. توجه به تناقضات کلید رسیدن او به این بینش بود. ماجرای بعدی مربوط به مایکل گاتلیب و کشف بزرگ او بود. گاتلیب پس از دریافت مدرک پزشکی خودش به مطالعه و تحقیق روی سیستم ایمنی بدن پرداخت. روزی از احوالات بیمار 31 ساله‌ای که از نوعی عفونت قارچی در گلوی خودش رنج می برد با خبر شد. بیمار به سختی نفس می کشید. گاتلیب حدس زد که سیستم ایمنی او آسیب دیده. او با بررسی و معاینه بیمار متوجه 2 تا نکته شد: آسیب جدی در سیستم ایمنی بدن و داشتن سابقه بیماری جنسی. در طول مدت کمی بیماران مختلفی با سیستم ایمنی ضعیف شده به او مراجعه کردند. همه اونها در سابقه بیماری جنسی اشتراک داشتند. گاتلیب با یه اتفاق جدید در حوزه پزشکی مواجه شده بود که به خودی خود میتونست عجیب نباشه، اما چیزی که اون رو عجیب میکرد تکرار شدن الگوی بیماری در افراد مختلف بود. در نهایت او تونست با مطالعه این الگو و آزمایش های متعدد اپیدمی ایدز رو به جهان معرفی کنه. بینش گاتلیب برخلاف داستانهای قبلی ناگهانی نبود، بلکه مورد به مورد کامل تر شد. اما بینش فقط مربوط به کسانی که جایزه نوبل میگیرند یا فقط مخصوص دانشمندان نیست. گری کلین مثالی از زندگی روزمره خودش میزنه. زمانی که ماشینش در تعمیرگاه بود
تعمیرکار تلفن میکنه و خبر میده که به دلیل مشکلاتی که پیش اومده کار ماشین با تأخیر تمام خواهد شد. کلین که قرار بود تا آخر هفته خارج از شهر باشه، خوش نداشت ماشینش تا آخر هفته در تعمیرگاه بمونه و توجه سارقان رو به خودش جلب کنه. پس از تعمیرکارش خواست پس از تمام شدن کارش ماشین رو به پارکینگ خونش منتقل کنه. چند ساعت بعد در رستوران یه دفعه به ذهنش رسید که اگه قبلن یه کلید یدک به تعمیرکارش داده بود، اون میتونست با ماشین خودش به خونه اونها بیاد. ماشین کلین رو برداره و ماشین خودش رو به جای اون بذاره و به تعمیرگاه بره. بدین ترتیب هیچ کدوم از اونها بدون ماشین نمیموندند. اما افسوس که این فکر دیر به ذهنش خطور کرده بود. بدین ترتیب بینش خاصی درباره تمام لحظاتی که ما ناگهان متوجه میشیم یه راه طلایی پیدا کردیم که میتونه شرایط رو بهتر کنه. در این حالت هیجان زده میشیم و از خودمون رضایتمندی ویژه‌ای داریم. اما در تمام این داستانها چه چیزی باعث میشه مردم به بینش برسند؟ فصل دوم، بینش چیست؟ کسی که برای اولین بار شرح مدرنی از بینش ارائه داد گراهام والاس بود. مردی قد بلند اما خمیده و البته دوست داشتنی. هر کسی که بخواد درباره بینش تحقیق بکنه بدون شک به اسم او بر میخوره، چرا که توضیحات والاس درباره بینش همواره بهترین تعریف جامع و ساده‌ای که وجود داره. گراهام والاس یکی از مؤسسان مدرسه اقتصادی لندن بود که پیشنهاد مدیریت مؤسسه را رد کرد و فقط به تدریس کردن پرداخت. او در سال 1926 کتاب هنر تفکر را نوشت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مروری بر زندگی این مرد ما رو با شیوه تحقیقات او درباره بینش آشناتر میکنه. گراهام والاس در شمالی ترین نقطه انگلستان در خانواده متمول به دنیا اومد. پدرش وزیر بود و اون رو در چارچوب سنتی مسیحیت تربیت کرد. اما والاس با ورود به آکسفورد مسیحیت رو کنار گذاشت و سوسیالیسم رو در پیش گرفت. او بعدها به گروه فابیان ها پیوست. این گروه از جمعی از نابغه ها تشکیل شده بود که خواهان حقوق اولیه همچون حداقل دستمزد و امکانات بهداشتی برای مردم بود. اعضای این گروه بعدها به تشکیل حزب کارگر انگلستان در سال 1900 کمک کردند. گراهام والاس در کنار این فعالیت‌ها به عنوان یک روانشناس نیز فعالیت داشت. او معتقد بود روانشناسی باید بتونه به کاهش اضطراب مردم در جهان صنعتی کمک کنه. همچنین درباره سیاست و روانشناسی نظر جالبی داشت. او با فشاری که سیاستمداران بر روی مردم می‌آوردند تا زندگی معقولی داشته باشند مخالف بود و می‌گفت سیاستمداران باید قدری روانشناسی بدونند. والاس در کتاب هنر تفکر مفاهیم روانشناسی رو به کار میگیره تا به مردم یاد بده که چگونه مؤثرتر فکر کنند. او در فصل مراحل تفکر یه مدل چهار مرحله‌ای از بینش ارائه داده که شامل آماده سازی، نهفتگی، روشنسازی و اثباته. مرحله آماده سازی مرحله‌ایه که ما به بررسی یه مسئله میپردازیم و آگاهانه درباره اون فکر میکنیم، اما این بررسی‌ها معمولاً بی اثرند. در قدم بعدی وارد مرحله نهفتگی میشیم. در این مرحله آگاهانه فکر کردن رو متوقف میکنیم و اجازه میدیم بخش ناخودآگاه ذهنمون کنترل امور رو به دست بگیره. برخلاف تصور بسیاری از مردم، مرحله نهفتگی بسیار مهمه و میتونه نتایج پرباری داشته باشه. یه روانشناس آلمانی میگه ایده های شاد
به طور غیر منتظره بدون تلاش مانند الهام به وجود میان. تاکنون تا آنجا که من میدونم این ایده ها هرگز زمانی که خسته هستم یا زمانی که پشت میز کارم نشستم به ذهن من نمیاد. این ایده ها معمولا در طول صعود آهسته به تپه های جنگلی در یک روز آفتابی به ذهن من میاد. والاس نشون میده که وقتی به سختی سعی در فکر کردن داریم لزوما نتیجه درخشانی به دست نمیاریم. مرحله بعدی روشنسازیه، یعنی زمانی که بینش با اختصار، فوریت و قطعیت بیواسطه به جلو میاد. والاس معتقد بود بینش نقطه اوج برخی پیوندهای ناآگاهه. این پیوندها باید بیرون از بررسی آگاهانه رشد کنند تا برای ورود به سطح آماده بشن. حتما براتون پیش اومده که وقتی درباره موضوعی فکر میکنید ناگهان احساس کنید بینشی در گوشه ذهنتون در حال شکل گیریه، اما هنوز نمیدونید دقیقاً چیه. در این وضعیت ممکنه ورود یه عنصر مزاحم فرایند تکامل بینش شما رو خراب کنه و مانع به بلوغ رسیدن اون بشه. برای مثال تصور کنید در حال مطالعه یک کتاب هستید و ذهنتون در اعماق ناخودآگاه خودش در حال فکر کردن به چیزیه که به موضوع کتاب ربط داره. در این حالت ناخودآگاه کتاب رو میبندید و به گوشه خیره میشید تا اون چه در گوشه ذهنتون هست خودش رو به شما نشون بده. والاس در این مرحله درباره خطر تلاش برای ابراز سریع بینش در قالب کلمات هشدار میده، چرا که این طور وقتها معمولا فکر خودش رو به طور ناقص یا نامفهوم برای دیگران بیان میکنه. سرانجام در مرحله اثبات آزمایش میکنیم که آیا ایده ما معتبره یا خیر. در زمینه‌های مانند ریاضی باید جزئیات ایده رو هم بررسی کنیم. هر کدوم از این چهار مرحله ممکنه در ایجاد یه بینش نقش کمتر یا بیشتری داشته باشن. برای مثال 5 داستانی که در فصل قبلی تعریف شد رو در نظر بگیرید. هیچ کدوم از افرادی که درباره بینششون صحبت کردیم مرحله آماده سازی نداشتند. همه اونها به طور ناگهانی وارد فرایند بینش شدند. اما با این حال موفقیت در بسیاری از شغلها و رشته‌ها نیاز به آماده سازی عمدی و آگاهانه داره. مانند کار کردن آگاهانه دانشمندان بر روی یه موضوع تا زمانی که فرضیه‌شون اثبات بشه. گراهام والاس توصیه میکنه زمانی که گرفتار یه مشکل خاص هستید و میخواید از اون وضعیت خلاص بشید، بهترین کار آماده سازی عمدی برای پیدا کردن بینش. البته تجربیات مختلف نشون میده که آماده سازی خود به تنهایی ضامن موفقیت نیست. برخی پژوهشگران معتقدند بینش حرکتی از حالت بنبست به حالت راه حل، یعنی باید برای عبور از مانع پیش رو راه حل خوبی پیدا کنیم. اما اگر به ماجراهای دستگیری مجرم و کشف اپیدمی ایدز و ساخت چراغ قوه بیولوژیک و حتی بینش خود من درباره دادن کلید ماشین به تعمیرکارمون نگاهی بندازیم، متوجه میشیم که هیچ مانعی در کار نبوده. پس سوال اصلی من همچنان اینه که دقیقاً چه چیزی باعث بینش میشه؟ در میان 4 مرحله‌ای که والاس شرط داده، میشه گفت مرحله روشنسازی نقطه اوج بینشه. این مرحله در تمام داستان‌هایی که ممکنه درباره بینش بشنوید مشترکه. منظور ما همون لحظه‌ایه که به تجربه آها گفتن ختم میشه و فرد پرتوی نوری رو که به ذهنش میتابه حس میکنه. بنابراین من به دنبال این هستم که ببینم افراد چرا و تحت چه شرایطی با چشمان گرد و ذوق زده میگن
آها فهمیدم. فصل سوم، مسیرهای منتهی به بینش. داستان پلیسی رو که پشت چراغ قرمز در ماشینش نشسته بود دوباره مرور کنید. تا قبل از شناسایی مجرم توسط پلیس جوان ما یه داستان متوسط داشتیم، اما به محض اینکه ذهن آماده پلیس جوان به ماشین کناری خودش واکنش نشون داد، داستان به مرتبه عالی صعود خودش رسید. این همه اون چیزیه که در بینش اتفاق میفته، انتقال غیر منتظره از یک داستان متوسط به یک داستان بهتر. این انتقال ممکنه خیلی سریع و یا آهسته اتفاق بیفته. در داستان جدیدی که بینش برامون دست و پا میکنه، همه چیز یک درجه بهتر از قبله. در واقع داستان جدید روش فهم ما رو تغییر میده، دیدگاه هامون رو ارتقا میده و شیوه عمل کردنمون رو بهبود میبخشه. بنابراین هر داستان جدیدی که با بینش ساخته میشه در پی بهتر کردن اوضاع شخصی فرد و یا اوضاع عمومیه. برای مثال ایده‌ای که به ذهن من رسید تا کلید ماشینم رو به تعمیرکارمون بسپرم، اوضاع رو برای خودم و همسرم و حتی برای شخص تعمیرکار بسیار راحت تر از قبل کرد. یا ایده ساختن یه چراغ قوه برای دیدن فعل و انفعالات سلولی درون بدن موجودات زنده کار پزشکان رو بسیار راحت تر کرد. همه ما به دنبال چیزهای متفاوت در داستانهامون هستیم. هر چیزی که ما رو به هیجان واداره، این عامل متفاوت و هیجان انگیز از ویژگی‌های مهم بینشه. وقتی بینش اتفاق بیفته، هر چیزی که پس از اون اتفاق بیفته متفاوته. پس نمیشه بینش رو پس گرفت. شما هیچ وقت نمیتونید به وضعیتی که قبلا بودید بازگردید. پلیس جوان پس از اینکه به مجرم بودن راننده ماشین کناری مشکوک شد، دیگه نمیتونست مثل قبل باشه. او حالا چیزی فهمیده بود که وضعیت عادی پشت چراغ قرمز ایستادن رو براش خاص میکرد. پس هدف جدیدی در اون لحظه براش شکل گرفت و اون دستگیری مجرم بود. بینش معمولاً بخشی از جوابهای ممکن برای یه مسئله نیست. یعنی ما یه ایده رو به دلیل اینکه فکر میکنیم از سایر ایده ها بهتره انتخاب نمیکنیم، بلکه ایده منتهی به بینش که اون رو ایده شاد مینامیم خودش رو نشون میده و ما از پیدا کردن اون هیجان زده میشیم، چون فکر میکنیم که بله، این دقیقا همون روشیه که میخواستم برای حل مسئله به کار ببرم، خودشه. هنوز سوالات ما به جواب نرسیدند. اینکه چه چیزی این ایده شاد رو به ما نشون میده، چگونه در لحظه نسبت به یه ایده یا روش این چنین مطمئن میشیم و به قطعیت میرسیم، چگونه این قطعیت منجر به رضایت از عملکردمون میشه. در حقیقت بینش اون ایده یا روشیه که با بکار بستن اون 100% از خودمون راضی هستیم و دیگه شکی نداریم که آیا بهترین کار رو انجام دادیم یا نه. اما هنوز نمیدونیم که همه اینها چطور اتفاق میفتند. تحقیق قبلی نویسنده کتاب درباره این که آتش نشانها در موقعیت‌های سخت و حساس چگونه تصمیمات سریع می‌گیرند کمی به روند کار درباره بینش کمک می‌کنه. او طی مصاحبه با آتش نشانها متوجه شد که از اونجایی که اونها در شرایط اضطراری زمان لازم برای فکر کردن به همه ابعاد یک مشکل رو ندارند، پس بر حسب غریزه دست به تصمیم و عمل میزنند. غریزه رو میشه شامل الگوهایی از تجربیات قبلی دونست که به طور طبیعی خودشون رو به فرد نشون میدن. بینش هم
تقریبا مثل غریزه عمل میکنه، با این تفاوت که بینش شامل الگوهای جدیدیه که قبلا تجربه نشده. اما در نهایت هم بینش و هم غریزه به طور طبیعی عمل میکنند. پس اگه کسی به جای پلیس جوان بود که اعتقادی به گرون قیمت بودن ماشین و اهمیت نگهداری از اون رو نداشت، اون وقت به هیچ وجه متوجه مشکوک بودن وضعیت اون راننده نمیشد. یا در داستان مارکوپولوس و میداف، مارکوپولوس دو عقیده یا دو لنگر داشت تا به بینش دست پیدا کنه. اول اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هرگز در بازار بورس پولی از دست نمیدن معمولاً تقلب می‌کنند، و دوم اینکه روش محافظه‌کارانه میداف امکان کسب چنین سودی رو نداشت. گری کلین در ادامه تحقیقات خودش درباره بینش و چگونگی بروز اون 120 داستان از افراد مختلف که تونسته بودن ناگهان داستان خودشون رو به داستانی بهتر تبدیل کنن جمع‌آوری کرد تا شیوه بروز بینش اونها رو بررسی کنه. او هر 120 داستان رو از ابعاد مختلفی، مانند اینکه آیا مانعی بر سر راه بوده یا نه، آیا آماده سازی وجود داشته یا بینش ناگهانی بوده، آیا روند بینش کند و تدریجی بوده یا سریع، و سوالاتی از این قبیل رو مورد ارزیابی قرار داد و در نهایت تونست 5 روش رسیدن به بینش رو از دل داستانها بیرون بیاره. 1. ارتباطات. 2. همزمانی رویدادها. 3. کنجکاوی. 4. تناقضات. و 5. ناامیدی خلاق. فصل 4. ارتباطات. در روش ارتباطات، ذهن افراد آماده است تا ایده های غیر منتظره رو ببینه و اونها رو در موقعیت خودش به کار بگیره. در این حالت نوعی اتصال میان ایده های موجود با ایده جدید اتفاق میفته و منجر به بینش میشه. داستان الیسون گوپنیک نمونه ای از این مدل بینشه. گوپنیک روانشناس روش در دانشگاه کالیفرنیا است که بر روی طرز کار ذهن نوزادان تحقیق می کند. او برخلاف بسیاری که معتقدند نوزادان بزرگسالان ناقص هستند، معتقده که نوزادان از همون ابتدا درک و دریافت وسیعی از جهان دارند که با درک بزرگسالان برابری می کند. یکی از این حوزه های درک ویژگی گریز از مرکزه، یعنی توانایی درک دیدگاه کسی جز خود. دانشمندان رشد همواره بر این باور بودند که کودکان تا 7 سالگی امکان درک نقطه نظر دیگران را ندارند، اما کوپنیک اینطور فکر نمی کرد. در همین افکار بود که یک روز پسر 2 سالش هنگام خوردن دسر خوشمزه‌ای که درست کرده بود چهره ترش کرد. چند هفته بعد پسرک اتفاقی به مادرش گفت آناناس برای تو خوشمزه اما برای من بدمزه است. این اظهار نظر پسرک کوپنیک رو به فکر طراحی یه آزمایش جدید روی نوزادان 14 و 18 ماه انداخت. طی این آزمایش نوزادان باید مقداری کرم بروکلی خام و مقداری کلوچه می چشیدند. همه اونها کلم رو پس زدن و از طعم کلوچه بیشتر خوششون اومد. در مرحله بعدی کوپنیک از دوست خودش ریپلاکلی خواست تا با چشیدن تکه های کلم و کلوچه حدود نیم ساعت برای هر کدوم چهره شاد و غمگین خودش رو برای نوزادان به نمایش بذاره. سپس ریپلاکلی دست خودش به نشونه درخواست غذا به سمت نوزادان دراز کرد. حق با کوپنیک بود. نوزادها کاملا دریافته بودند که سلیقه ریپلاکلی چیه. اونها با اینکه خودشون کرم بروکلی دوست نداشتن، اما چون ریپلاکلی
چهره شادی از خودش نشون داده بود، همون خوراکی رو به او میدادند. نوزادانی که با چهره شاد ریپ لایکلی هنگام خوردن کلوچه مواجه شده بودند نیز به او کلوچه دادند، در حالی که انتظار میرفت بخوان خودخواهانه عمل کنند و کلوچه ها رو برای خودشون نگه دارند. این آزمایش که راه رو برای مطالعه بیشتر روی نوزادان باز کرد، حاصل قرار داشتن کوپنیک در مسیر مطالعه، برخوردن به یه ایده ناگهانی و به کار گرفتن اون بود. چارلز داروین، نظریه پرداز مشهور، نیز روش ارتباط رو در تکمیل بینش خودش به کار بسته. داروین اولین بار در 22 سالگی به عنوان طبیعت شناس به یه سفر 5 ساله با کشتی رفت. او به اطلاعات جالب و تازه‌ای درباره گونه‌های مختلف از موجودات زنده در جزایر اقیانوس اطلس و دیگر جاها دست یافت. اما ذهنش تمام مدت با یه سوال مشغول بود، اینکه چگونه طبیعت کاری رو میکنه که مزرعه داران انجام میدن، یعنی انتخاب گونه های خاص برای بقا و از بین رفتن گونه های دیگه. در همین زمان او کتابی از توماس رابرت مالتس خوند که درباره اصول جمعیت نوشته شده بود. مالتس در این کتاب ادعا داشت که جمعیت اونقدر رشد میکنه که مقدار اون از منابع غذایی بیشتر میشه. سپس اعضای جمعیت بر سر تصاحب منابع غذایی با همدیگه رقابت میکنن. مطالعه این کتاب و مواجهه با نظر مالتس ایده غیر منتظره ای بود که داروین اون رو به مشاهدات خودش اضافه کرد. او متوجه شد که طبیعت هر گونه ای از موجودات زنده که در رقابت با دیگران بر سر منابع غذایی توانایی بیشتری دارند رو برای بقا انتخاب میکنه و میذاره تا دیگر گونه ها از دور رقابت خارج بشند. در واقع طبیعت گونه هایی رو برای موندن انتخاب میکنه که شانس بیشتری برای بقا و تولید نسل دارند. بدین ترتیب طبیعت همانند مزرعه داران ابتدا دست به انتخاب، سپس پرورش و محافظت میزنه. جالبه بدونی که در میان 120 داستانی که گری کلین بررسی کرده، 98 مورد از روش اتصال یا ارتباط برای بینش استفاده کردند. اما این نتیجه از نظر او کمی گمراه کننده است. او توضیح میده که کار اصلی در این روش اتصال دادن نقاطی که ظاهر متفاوت اما پایه یکسان دارند نیست، چرا که وقتی نقاط هیچ ابهامی نداشته و کاملا شفاف باشند، هر کسی میتونه این ارتباط رو بین اونها ایجاد کنه و به نتیجه برسونه. در حالی که اگه روی دیگه سکه رو ببینیم، متوجه میشیم که فرایند اصلی در این روش تفسیر اطلاعاته. اگه این فرایند رو به درستی طی کنید، اون وقت میتونید نقاط بی ارتباط رو شناسایی کنید، کنار بذارید و نقاط اصلی رو برای خودتون آشکار کنید. فصل 5، اتفاقات و کنجکاوی ها. ما روزانه در میان حجمی از اتفاقات قرار داریم. اتفاقات به خودی خودش موضوع ویژه‌ای نیستند، اما اگه الگویی بین اونها وجود داشته باشه، شایسته توجه میشند. در مثال گاتلیب و کار او روی بیماری‌های عفونی، او تشخیص داد که هر اتفاقی که برای یکی از بیمارانش میفته با اتفاقی که برای بیمار دیگرش میفته نقاط مشترکی داره. پس توجه ویژه‌ای به کشف الگوی این اتفاقات کرد، الگویی که منجر به مطرح شدن بیماری کشنده ایدز شد. همه ما اتفاقات رو میبینیم، اما شاید فقط برخی از ما بتونن ارتباط خاص میان اونها رو تشخیص بدن. این نکته‌ایه که گاتلیب رو به یک دانشمند تبدیل میکنه.
کنه. کسانی مثل او میتونند الگوها و روابط رو شناسایی کنند. از نظر گری کلین اتفاقات میتونند ما رو به سوی هدایت کنند که بتونیم داستان بهتری داشته باشیم. پس میشه اونها رو جزء روش‌های رسیدن به بینش در نظر گرفت. برد تیم دنور در 32 سوپربال سال 1998 حاصل بینش مربیان تیم بود. بینشی که با دقیق شدن روی یه اتفاق به دست آوردند. اونها پیش از مسابقه فیلم بازی‌های ابتدای فصل تیم حریفشون رو نگاه کردند. مربیان متوجه شدند در تمام این بازی‌ها یکی از مدافعان عقب تیم حریف به نام باتلر در هر کجای زمین که بود خودش رو به درگیری می‌رسوند. کار باتلر در اغلب مواقع باعث برد تیمش می‌شد. پس مربیان تصمیم گرفتن این اتفاق رو به نفع خودشون برگردونند. استراتژی اونها این شد که تمام بازیکنان برای مهار باتلر تلاش کنند. در روز بازی باتلر به طور مداوم با بازیکنان حریف مشغول بود و به سختی فرصت می‌کرد به عقب زمین بره و بازیکنان دنور رو متوقف کنه. بدین ترتیب مربیان از همزمانی اتفاقات استفاده کردند و تیم رو پیروز کردند. روش سومی که گری کلین برای رسیدن به بینش تشخیص داد کنجکاوی بود. کنجکاوی مانند آنچه در روش اتفاقات پیش میاد باعث تحریک فرد به دونستن چیزهای بیشتر میشه. یکی از معروفترین داستانها برای این روش داستان الکساندر فلمینگ و کشف بزرگ او یعنی پنیسیلینه. او در یکی از روزهای سال 1928 مجموعه ای از باکتری استافیلوکوک رو در ظرف مخصوص کشت میکروب گذاشت و به سفر رفت. وقتی از سفر برگشت چیزی که در ظرف کشت کرده بود براش عجیب بود. یکی از ظرف‌ها کپک زده بود و بقیه باکتری‌هایی که کنار کپک بودند همگی از بین رفته بودند. فلمینگ که انتظار چنین اتفاقی رو نداشت برای اینکه بفهمه اونجا چه خبره کپک رو کشت داد و متوجه شد که کپک شامل یک ماده ضد عفونی کننده است. بدین ترتیب او اولین داروی آنتیبیوتیک دنیا رو کشف کرد. ترانزیستورها و اشعه ایکس از دیگر نتایج علمیه که بر اثر کنجکاوی افراد اختراع و کشف شدند. در بین 120 داستان گری کلین اما فقط 9 مورد به روش کنجکاوی اختصاص داره. او معتقد کنجکاوی حتی اگه منجر به نتیجه روشنی هم نشه آسیبی هم به شما وارد نخواهد کرد. بنابراین بهتر کنجکاوی رو در خودمون تقویت کنیم و ساده از کنار اتفاقات رد نشیم. هرچند که این توصیه روی یک لبه باریک قرار داره، چرا که برای موفقیت حتما لازمه بتونیم اتفاقات بی اهمیت رو تشخیص بدیم و زمان و انرژی خودمون رو بر سر اونها هدر ندیم. در سال 1982 پزشکان علت زخم معده رو استرس می دونستند و درمانی جز جراحی کردن و برداشتن یک سوم معده یا استفاده از داروهای آنتی اسید نمی شناختند. در 1982 بری مارشال پزشک استرالیایی طی تحقیقات خودش متوجه شد که باکتری به نام هلیکوپاکتر باعث زخم معده میشه. او شواهد خودش رو برای اثبات این ادعا ارائه کرد اما از سوی جامعه پزشکی پذیرفته نشد، چرا که نتیجه آزمایش‌های قبلی به طور کامل به کرسی نشسته بود و کسی به اونها شکی نداشت. از طرفی آزمایش مارشال بر روی بیماران زخم معده‌ای در یک بیمارستان به دلیل اشتباه کارکنان
و دور انداختن نمونه هایی که رشد باکتری رو نشون میداد به نتیجه نمی رسید. در نهایت اما اون تونست آزمایش خودش رو بدون کم و کاستی انجام بده و فرضیهش رو به اثبات برسونه، فرضیهی که باعث نجات میلیون ها انسان از مرگ، جراحی سخت معده و هزینه های گزاف داروهای آنتی اسیدی شد. از اون پس این بیماری با داروهای آنتی بیوتیک قابل درمان بود. فصل ششم، تناقضات و ناامیدی خلاق. مارشال در حالی به موفقیت رسید که همه شواهد موجود بر علیه حس کنجکاوی او بودند، اما او سرسختانه پای فرضیش ایستاد، مانند کاری که کارلوس فینلی و والتر رید انجام داد. زمانی که این دو پزشک ادعا کردند نوعی پشه عامل تب زرده، از سوی دیگران تمسخر شدند، چرا که پیشتر یک دلیل منطقی مانند آب و هوای آلوده برای این بیماری ثبت شده بود، برای مردم و نیز پزشکان غیر قابل قبول بود که یک پشه رو عامل مرگ و میر انسان‌ها بدونند. اما این دو نفر آزمایش‌های زیادی انجام دادند تا این واقعیت رو ثابت کنند. اونها بارها با شکست مواجه شدند تا اینکه تونستن حدس خودشون رو به یقین تبدیل کنند. این داستان در دل خودش چهار عامل مخصوص گری کلین رو برای بینش پوشش میده، یعنی تناقضات. گاهی وجود تناقضات میان داده‌های موجود و باورهای فردی میتونه منجر به بینش بشه. یکی از موقعیت‌های پرتناقضی که عده زیادی رو درگیر خودش کرد، بازار مسکن آمریکا در سال‌های 2003 تا 2007 بود. در این سال‌ها قیمت مسکن به شکل عجیبی در حال افزایش بود، به طوری که کمتر کسی سقوط بازار رو پیش بینی می‌کرد. در حالی که همه در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کردند، چند نفر از سرمایه‌گذاران و مشاوران ناگهان دریافتند که بازار مسکن درون حبابی قرار گرفته که به زودی می‌ترکه. اونها متوجه عجیب و غیر عادی بودن اوضاع شدند و سیاست خاصی برای سرمایه‌گذاری خودشون در پیش گرفتن تا در انتها دچار ضرر نشند. زمانی که درگیر داستانی میشیم که جایی از اون برامون منطقی نیست، لحظه‌ای دچار وقفه میشیم و با خودمون فکر میکنیم که این رو باور نمیکنم یا امکان نداره درست باشه. بدین ترتیب ذهن‌های شکاک معمولاً بیشتر متوجه تناقض‌ها میشن، مانند داستان پلیس جوان که به غیر عادی بودن رفتار راننده کنار دستیش پی برد. به طور کلی 45 مورد از 120 داستانی که گری کلین جمع‌آوری کرده بود از طریق پی بردن به تناقضات به بینش رسیدند. در دو سوم این 45 داستان افراد دارای ذهنیت شکاک بودند و تصورات عامیانه را نمی‌پذیرفتند. روش پنجمی که در داستان‌های گری کلین متوجه به بینش شده بودند، ناامیدی خلاق بود. همه ما شرایطی رو تجربه کردیم که احساس کنیم از هر جهتی در بن‌بست قرار داریم، اما باید کار رو هر طور شده پیش ببریم. این طور وقتها به روش‌هایی برای انجام کارمون فکر می‌کنیم که تا قبل از اون به هیچ عنوان به ذهنمون نرسیده بوده، یا اگر رسیده بوده عملی کردن اون به هیچ وجه برامون منطقی نبوده. یه بازی شطرنج رو تصور کنید که زمان اون رو به اتمامه و هیچ حرکتی شما رو از باختن نجات نمیده. برخی افراد در چنین شرایطی میتونن ریسک رو بپذیرن و طوری حرکت کنن که در شرایط عادی نمی کنن. در واقع اونها وارد چالش رسیدن به بینش میشن و در نهایت موفق میشن به بینش خاصی برسن و با خلاقیت خودشون رو نجات بدن.
یه روانشناس هلندی این وضعیت رو درماندگی خلاق نامیده. در کنار افراد ریسک پذیر و اهل چالش، عده‌ای در شرایط بن‌بست خیلی زود تسلیم میشند. اونها وقتی میفهمند که هیچ راهی برای بینش‌های منطقیشون وجود نداره، اون موضوع رو تمام شده میدونند بی آنکه خلاقیتی به کار بگیرند. درماندگی خلاق فقط در بازی‌ها پیش نمیاد. موقعیت‌های مرگبار بسیاری وجود داره که تنها راه نجات از اونها درگیر شدن با موضوع، ریسک کردن و پیدا کردن راه حل خلاقانه است. مانند گیر افتادن میان جنگلی که ناگهان آتیش می‌گیره. فصل هفتم، چه چیزهایی دروازه‌های بینش رو می‌بنده؟ گاهی وقتی به داستانهای دیگران نگاه میکنیم، بینش اونها به نظرمون خیلی ساده و پیش پا افتاده میاد. با خودمون میگیم اگه من هم بودم همین کار رو میکردم. اما واقعیت اینه که بیشتر مواقع ما همونقدر در معرض اطلاعات و سرنخها بودیم ولی به بینش دست نیافتیم. در این فصل به دنبال پاسخی برای این سوال هستیم. چه چیزی اجازه نمیده به بینش برسیم؟ بهتر از بینش‌های کوچیک و روزمره‌ای که به چشم نمیان شروع کنیم. شخصی رو در نظر بگیرید که یه نامه مهم دریافت میکنه. اون رو روی پله منتهی به اتاقش میذاره تا بعداً بازش کنه و بخونه. بعد به اتاقش میره. در اونجا کارش تا شب طول میکشه. زمانی که میخواد به طبقه پایین بیاد، نیازی نمیبینه چراغ راه رو روشن کنه و در تاریکی غافل از این که نامه مهمی روی پله گذاشته، روی اون پا میذاره و لیس میخوره و بدنش آسیب جدی میبینه. یا تصور کنید کسی رو که یک روز صبح هنگام بیرون رفتن از خونه عجله داره و با خیال اون که کلیدهاش مثل همیشه در کیفش هست خارج میشه و در رو پشت سرش میبنده. عصر هنگامی که با خستگی به خونه برمیگرده، متوجه میشه کلید نداره و توی درد سر افتاده. اگه در داستان اول فرد هنگام پایین اومدن از پله ها به یاد داشت که نامه روی پله است و چراغ رو روشن میکرد، حالا صحیح و سالم بود. یا اگه شخصیت داستان دوم هنگام بیرون رفتن از خونه حواسش بود که کلیدش رو از کیفش برداشته و روی میز گذاشته، توی دردسر نمی‌افتاد. هر دوی این ماجراها نمونه ای از بینش کوچیک و روزمره هستند. ما معمولاً متوجه این نوع بینش‌ها که ارتباط مستقیم با حافظه و یادآوری دارن نمی‌شیم، در حالی که اهمیت ویژه‌ای دارن وقتی موضوعی رو فراموش میکنیم و به خاطر فراموش کردن خطایی ازمون سر میزنه. خودمون رو سرزنش میکنیم و میاندیشیم که عجب احمقی است. واقعیت اینه که حماقت همون توجه نکردن به نشونه ها، روابط، اتفاقات و دیگر پیش زمینه های بینشه. حافظه فقط برای پاسخ دادن به سوالاتی که در پی یه سری اطلاعات خاص هستند نیست. از میان 120 داستانی که گری کلین بررسی کرده، 20 مورد مربوط به حماقت‌ها و بینش‌های اشتباهه. او برای اینکه بفهمه چگونه برخی از افراد با داشتن اطلاعات یکسان موفق به کسب بینش نمی‌شوند، از زاویه دیگه به داستانها نگاه کرد. در بعضی از داستانها میشه از مدل آزمایش دو قلوهای همسان استفاده کرد. برای مثال در روند کشف یه بیماری، دو محقق دسترسی یکسانی به یک سری از اطلاعات داشتند، اما فقط یکی از اونها تونست مسیر رو با موفقیت طی کنه و به بینش برسه. کلین سعی داره با چند دلیل این ناکامی ها رو توضیح بده. یک، عقاید غلط. اولین دلیلی که باعث میشه نتونیم به بینش برسیم اینه که گرفتار یه عقیده غلط هستیم. در داستان تحقیقاتی که در مسیر کشف
یا اختراعاتشون ناکام موندن، اغلب با توجه کردن به ایده های اشتباه روبرو هستند. ایده های اشتباهی که فرد رو از مسیر کار خودش منحرف کرده. دو، نبود تجربه. تجربه صرفاً به معنای داشتن دانش نیست، بلکه درباره شیوه هایی که تاکنون برای عملی کردن دانشمون استفاده کردیم، به این معنا که داشتن پیشینه ای از فعالیت های مشابه ما رو نسبت به تشخیص الگوهای مشابه حساس تر میکنه. نداشتن تجربه کافی باعث میشه نتونیم فرصت ها و موقعیت های مناسب رو شناسایی کنیم. سه، موضع منفعل. کسانی که راه هر گونه شک و تردید نسبت به جهان پیرامونشون رو به روی خودشون بستند، ذهن بسته و منفعلی دارند. موضع اونها درباره مسائل مختلف اغلب ثابت و تغییر ناپذیره، در حالی که بینش نیازمند داشتن موضع فعاله. چهار، سبک استدلال عینی. آدمهای مختلف به نسبت شخصیتشون سبک‌های متفاوتی برای بررسی و استدلال مسائل دارن. بهترین روش استدلال سبک استدلال کنجکاوانه است. این سبک حاصل داشتن موضع فعاله. اما افرادی که موضع منفعل دارن سبک استدلالشون عینیه. استدلال عینی یعنی تعیین اهداف و چارچوب‌های مشخص برای کار کردن روی یه موضوع. برای محققان و یا افراد عادی که این چنین استدلال میکنن، تخیل و آزادی در فکر معنایی نداره. اونها فقط به دنبال کار با حقایق و مواد موجود هستند و از اینکه کسی از چارچوب پیش بینی شده کار بیرون بزنه ناراضی میشن. فصل هشتم، طبق برنامه پیش رفتن همیشه منجر به بینش نمیشه. چهار دسته از دستورالعمل‌های رایج مهندسان برای طراحی برنامه‌های رایانه‌ای عبارتند از: یک، سیستم باید به افراد کمک کنه که کارشون رو بهتر انجام بدن. دو، سیستم باید نکات حیاتی رو نشون بده. سه، سیستم باید داده های غیر مرتبط رو حذف کنه. چهار، سیستم باید به افراد در پیشرفت به سوی اهدافشون کمک کنه. گری کلین با بررسی این چهار دستورالعمل در داستانهای خودش متوجه شد که رعایت اونها الزاماً باعث بینش نمیشه و نباید نسبت به اونها پایبند بود. برای مثال دستورالعمل اول که میگه سیستم باید به افراد کمک کنه تا کارشون رو به خوبی انجام بدن، فقط در خصوص مشاغل ثابت و تعیین شده جواب میده. یا دستورالعمل دوم که میگه سیستم باید تمام اطلاعات رو با تمام وضوح نشون بده، در موقعیت هایی که دارای تناقض هستند و یا موقعیت هایی که نیازمند کنجکاوی هستند کار نمی کنه. در واقع این دستورالعمل ها ذهن و عملکرد افراد رو محدود میکنه و بینش رو مختل میسازه. همچنان که سازمان ها نیز غیر عمدی بینش کارکنان خودشون رو سرکوب میکنند. اونها از رخدادهای غیر منتظره بیزارند و بهترین عملکرد رو در کاهش خطاها میبینند. این یعنی که سازمان ها تنها به پیکانی که رو به پایینه اهمیت میدن و پیکان رو به بالا که مربوط به بینشه براشون مطرح نیست. اغلب مدیران به دنبال ایده هایی هستند که درون چارچوب کنونی بگنجه و نتیجه اون از قبل مشخص و روشن باشه. برای اونها کمال یعنی نبود خطا، بنابراین تا میتونن خودشون رو از ریسک کردن دور نگه میدارن. برای کسانی که عادت دارند در پروژه‌های مشخص با نقشه راه مشخص کار کنند، خلاقیت و بی‌تفاوت بودن به کمال بسیار سخته. بنابراین
معامله میان تله کمال و قله بینش بسیار ساده است. اگر شما میخوای همیشه سرتون به انجام دادن بدون خطای کارها گرم باشه، طبیعیه که ذهنتون هیچ تصوری از مسیرهای دیگه نخواهد داشت و هیچ نوری بر اون نخواهد تابید. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیل و ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.